سلام. سلام. مجنون داری؟ نترسیدم، فقط توقع نداشتم کسی تو شرکت باشه. اینو بشه خودت چی کار میکنی اینجا؟ من؟ تا دیر وقت کار میکنم. طبقه پایینم، دستشویش خراب بود، اومدم اینجا. کدوم قسمت؟ کدوم قسمت؟ آیتی فروشگاه اینترنتی اینجا رو راه میندازم. آیتی شما چی؟ چی؟ شما این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ منم یه خورده کار عقب افتاده داشتم، گفتم خود استفاده کنم دیگه، از این شب استفاده کنم برسم بکنم. خب من آرادم، خیلی خوشبخت شدم از آشنایی. خوش شما اصلا شدم، خوشبخت شدم. موفق باشید. باید زدت من شام خوردیم شما؟ شما؟ برای اضافه کاری همه کار میکنین؟ نه کارم ساعتی نیست، سه ماه وقت دارم سیستم فروش اینترنتی اینجا رو راه بندازم، میخوام یه ماه جمعش کنم یه خودی به این آقای دادگر نشون بدم. میشناسیدش؟ کیو دادگر رو؟ نه، مدیر فروش اینجا آشنامه، گفته اگه سریع جمعش کنم دستمو میذاره تو دست آقای دادگر. خوبه، خیلی روز میخوام، من میتونم خواهشی ازتون بکنم؟ بفهم. اگر لطف کنید امکان داشته باشه به کسی نگید که من شب اینجا میمونم. یعنی حراست هم نمیدونه؟ میدونه، باشون همه هنگ کردم. ردیفشون کردیم. نه با من چیکار به این کارا دارم. ممنون میشم. خواهش میکنم. منصور دوباره درد داشت داره؟ دوباره بستنش به محاسبه که؟ بار اوله، هر چقدر بیشتر استراحت کنه کمتر درد. همین؟ خب توضیح بده چی شده؟ بگو دیگه. توضیح دادم، میخوام لباس عوض کنم. منصور عوض کن دکتر، من چیکار دارم عوض کن؟ خب چی میخوای؟ هنوز نمیفهمی من چی میخوام؟ میخوای بیاد دروغ بگم؟ نه، میخوای بهت امید واهی بدم؟ نه نه نه. میخوای بهت بگم بهار خوب خوب میشه؟ نه نه. یعنی آره آره. خوبی یعنی دروغ، یعنی امید واهی. تا حالا شده کسی از این تختا سالم سر پا بره بیرون؟ بله شده. منم همینا میخوام قربونت برم، میخوام بهارم یکی از اونا باشه. اونا امید داشتن، اونا احساس میکردن بیرون از این بیمارستان یه کسی منتظرشونه. منم منتظرشم. تو منتظر مرگ بهاری، نه زنده موندنش. یعنی تو بفهم دکتر. معذرت میخوام، معذرت میخوام. ببخش. مهم نیست، حقیقت به مزاق بعضی خوش نمیاد، ولی این حرف تو حقیقت نداره. شاید تو اینطوری فکر نکنی، شاید فکر میکنی اون زنده میمونه، ولی اون فهمیده که تو امیدت از دست دادی و خودت آماده کردی. گفتم حرف دهنتو بفهم.
ببین منصور، من الان 20 ساله که با بیماری سرطانی سرکله میزنم. به قول تو بعضی از اونا بدون دارو و عمل جراحی و پیوند همینجوری سرپا نشدن. البته همه اینا لازمه، اما کافی نیست. بعضی هاشون خودشون خواستن که زنده بمونن، بعضی هاشون سرپا شدن، از این بیمارستان رفتن بیرون، تونستن یه کار ناتمام رو تموم کنن، بعضی هاشون هم برگشتن، بعضی هاشون هم رفتن و اون کار رو ناتمام گذاشتن. ولی بار من جوونم، عمری ازش نگذاشتیم. اون خیلی امید داره، خیلی امید داره. اگر امید داشت وصیت نامه نمی نوشت. وصیت نامه؟ بله، از من قول گرفته تا وقتی که زنده است اینو به شما ندم. چی توش نوشته؟ نمیدونم، ولی میدونم تسلیم شده. تسلیم شده چون تو تسلیم شدی. من بهش ثابت میکنم هر کاری بکنی اون برداشت شخصی خودشو میکنه. بهش محبت کنی یه جور، کم معنی بکنی یه جور دیگه، با این حال اون تصمیمشو گرفته. چی کار میتونم بکنم ناصر؟ چی کار میتونم بکنم غیر از این که ببرمش کنم و منتظر مرگش میشه؟ نمیدونم، اما چند وقت پیش یه جوان 27-28 ساله بود که برات نگفتم. نه نمیدونم، اما با نمیدونم مهم نیست، اگه گفته باشم دوباره شدیدنش بد نیست. یه جوان 27-28 ساله بود تو بیمارستان ما که سرطان داشت و همه قطع امید کرده بودن ازش. متوجه شدم که عاشق یکی از پرستارای بیمارستان شده و به اون پیشنهاد ازدواج داده بود. اون دختر 3-4 ماه طول کشید تا جواب به این پسر بده. اون پسرم 3-4 ماه دیگه منتظر موند تا اون دختر جواب مثبت بده. به این ترتیب 3-4 ماه یا 4-5 ماه به امید جواب اون دختر زنده موند. خب تا اینکه یه روز اون دختر اومد و بهش جواب رد داد. اون جوان همون شب فوت کرد و ما جنازه‌شو به سردخونه منتقل کردیم. یعنی اگه جواب مثبت بهش میداد زنده میمون؟ اینو نمیدونم، ولی میدونم که اون جوان باید چند ماه قبلش فوت میکرد. منو گیج کردی، تو میخوای چی بگی؟ منظور چی از این حرفا؟ میدونی وقتی اون جوان فوت کرد من به چه نتیجه ای رسیدم؟ به این نتیجه رسیدم که اون جوان با فکر کردن به این که چجوری از اون دختر خواستگاری کنه چند ماه زنده موند و با امید به این که اون دختر ممکنه بهش جواب مثبت بده چند ماه دیگه هم زنده موند.
آقای مهندس. سلام. سلام. دنبال من میگشتین؟ آره دیشب یادم رفت بپرسم کدوم اتاق تشریف دارین. می‌خواستم بگم برای شام بیای. شرمنده می‌کنین. بفرمایید. ممنونم. متشکرم. بفرمایید شما. یا الله. آقا شرمنده کردید. اختیار دارین دشمنتون شرمنده. مال من که نیست. دعاشو به جون آقای دادگر کنین. خدا خیرش بده. بفرمایید دیگه از دهن میفته. بفرمایید شما. من می‌کشم. بفرمایید. هنوز آشتی نکردین؟ با کی؟ با خانومتون دیگه. کی گفته من به خانومم قهرم؟ لازم نیست کسی بگه. آدم حال روزتونه که میبینه میفهمه یه جای کار میلنگه. البته نگران نباشین آه، این دعواهای زن و شوهری آخرش با یه معذرت‌خواهی حل میشه. فقط باید زرنگ باشین، اون وقت معذرت‌خواهی رو درست انتخاب کنین. من بابام استاد اینجور کارا بود. پدرتون چی کاره هست؟ تا همین 6 سال پیش که عمرشو داد به شما مغازه داشت، بقالی. من هر روز میمد خونه؟ آره، اصلا مغازهش همون گوشه حیات خونه بود دیگه. خدا رحمتشون کن. خدا رفتگان شما رو بیامرز. مادرتون چیه؟ ایشون در قید حیاتن؟ مادرم که یه سال قبل پدرم فوت کرد. خدا رحمتش کنه. پس جوان بودن؟ نه خیلی البته. آخه من تحت آقاریم. خواهرتون، برادراتون؟ اونا همه شهرستان هم. فقط یکیشون تهرانه که تا همین 3-4 ماه پیش هم با هم زندگی میکردیم. تا اینکه بعد از 4 سال شل کن صرف کن بالاخره عقد کرد. یکی از دلایلی هم که من اینجا میمونم همینه دیگه. بالاخره تازه عروس نمادن درست نیست. البته این کاره رو جمعش کنم میخورده سرم خلوت میشه، یه خونه میگیرم. به سلامت جیم. وقت کسی هم داری؟ بله، یکی از همکلاسی دانشگاه هم هستی، صحبتهایی کردیم. نمیدونم، احساس میکنم اصلا نمیفهمم از زندگی چی میخوان. چطور مگه چی میخوان؟ چه میدونم، البته شاید هم حق با اونا باشه. نه یک کلام میگه آره، نه یک کلام میگه نه. همش فقط شرط و شروط میذارن. چی مثلا؟ چه شرطی؟ از همین شرطی که همه دخترها الان میذارن دیگه. خونه و کار و ماشین و حقوق ثابت و دوست داره؟ نمیدونم. زبونی که میگه داره، ولی ما تا حالا چیزی ندیدیم. تو چی؟ دوستش داری؟ راستش منم نمیدونم. یادمه برای خواهرم خواستگار اومده بود. پسره همه چی داشت، کار، زندگی، خونه، ماشین، قیافه، خوشتیپ، ولی خواهرم ردش کرد. همه گفتن دیگه چی میخواد، تمومه دیگه. من اون موقع نفهمیدم برای چی ردش کرد. تا همین چند وقت پیش که صحبت همین زنداداش هم و خواستگاری و اینا بود، خواهرم یه چیزی گفت، تازه فهمیدم برای چی اون موقع این کارو کرد. چی گفت؟ گفت فکر کن یه دختری رو پیدا کنی که هم خانواده دار باشه، هم پولدار، هم خوشبر و رو، هم تحصیل کرده. میری و باهاش ازدواج میکنی. فردای عروسی باباشو به جرم اختلاس بگیرن و محاکمش کنن. مادرش هم سکته کنه و خانواده 1000 فامیلش پر. خودش هم تصادف میکنه، ضربه میخوره به کمرش و نخواهش پر. اولو فرض کن ماشینه هم این وسط آتیش بگیره، دستای ظریفش و چشای شهلاش و قیافش هم پر. اون وقت تو چیکار میکنی؟ میمونی پای یه دختری که دیگه نه خانواده‌ای براش مونده، نه ثروتی، نه بدن سالمی، نه بر روی قابل تحملی، یا تو هم پر؟ گفت اگر دختری رو پیدا کردی که با تموم نداشته‌هاش تونستی پاش واسی و باش سر کنی، اون موقع عشق تو پیدا کردی. بعد تو طرف مقابل آدم یه چیزی باشه که هیچی نتونه پرش بده. سلام عزیز دلم.
اتمسفر خوبی؟ چند روزه خیلی درگیر بودم شرمنده، نتونستم بیام سراغت. باید ببخشی، من خونم که نبودم، رفتم. نه اون چرا بعضی وقتا برای همون رفتن دوش گرفتن؟ خونه دیگه ارزشی نداره، خونه که تو نباشی بهار نباشه، میخوام نباشه، اصلا نمیتونم تحملش بکنم. روزا میرم پیش بهار و شبا میرم شرکت، چیکار کنم دیگه؟ نه بابا اینشون نیست، من اصلا تو این فکر نیست. بابا نه 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 حرفا چی میزنی دیگه؟ کی به من نگاه میکنه؟ از قرکه نه بابا، ببین اصلا نیومدم این حرفا رو باید بزنم، ببین اصلا بی خیال این حرفا رو نزن، خواهش میکنم. نه اصلا من نیومدم این حرفا رو بزنم، ببین اصلا بی خیال این حرفا، بی خیال این حرفا، من نیومدم که درد دل کنم تو هم بشی سنگ صبرم. نه نیومدم بهت بگم شرکت چی کار میکنم، مشکلم چیه، چه گرفتاری دارم، نه ناصر چی کار میکنه، نه تا منم گیریه کنم که سبک بشم، خالی بشم. من ازت گلگی دارم، نامدم بهت بگم نامردی، نامردی دیگه، نامردی، نامرد، نامرد نیستی تو، تو نامرد نیستی، تو نامرد نیستی. باشه آرومم، من آرومم، آروم آروم دارم حرف میزنم، من داد نزدم که آروم باش. من دستتو بشم آرومت بر، من پاجا میبشم عزیزم، آرومت بر، دارم گلایه میکنم عزیزم، گلایه میکنم عزیزم. هیچ وقت نمیتونم دوری تو تحمل کنم. باشه گریه نمی کنم، نه گریه نکردم که، نه نه امروز اومدم یه خبر خوش بهت بدم. بهار قراره بیاد پیشت، جدی میگم. آره ناصر گم خودشو فارم 6 ماه دیگه، چه میدونم کلی اگر و شاید و اما و این چیزا هم گذاشته. تو میگو اگه همینجور پیش بره، همینجور که هست، حالش همینجور که هست، یه بخواد عمل نکنه، وضعش بدتر میشه. تو 2 ماه دیگه، یه تهش 3 ماه، من که نتونستم پخش کنم. تو مرو خیلی سوش من نتونستم. خب مزو جان تو مطمئنی؟ فکر کنم تنها راهش همینه. نمیتونم بالا، منم اگه جای تو بودم مغزم هنگ میکرد و قاطی میکرد. چرا؟ تو فکر دیگه ای داری؟ دیگه اگه این کار کردی و نشد چی؟ بهتر از اینه که دست رو دست بذارم و کاری انجام ندم. حالا فکر کن اگر شد از کجا میخوای پیداش کنی؟ پیداش کردم. واقعا؟ قبول کردم؟ هنوز چیزی بهش نگفتم. انتظار داری قبول کنه؟ راضیش میکنم، ولی نباید باهار چیزی بفهمه. میگم به جای اینکه به بیمارا دارو تجویز میکنن، بهتره یه روان پزشک تجویز کنن تا اطرافیان مریض یه ذره حالشون جا بیاد. پس قبول کرد؟ منصور تو واقعا برداشت از حرف من الان این بود که من قبول کردم؟ راستشو بخوای نه، من فکر کنم جواب بده. بهتره قبل از اون یکی به سر وضعت برسی. منصور خواهش میکنم به خاطر بهار از این شرایط در بیا، خودت به جهنم، اقلا به جامعه بشری رحم کن. دست شما درد نکنم، خیلی ممنون آقا ناصر، ممنون. خیلی دلم میخواد بدونم این جوان بدبخت کیه.
بله سلام. کجا برم؟ میدونم آقای دادگر مدیر عامل میگه. میرم بله. کی؟ باشه. نمیدونی چی کار دارم؟ باشه میرم. خداحافظ. بفرمید بشینید. سلام علیکم. بابا ببین کی اومده اینجا. سلام. سلام جناب مهندس میری. آقای دادگر. بله منصور دادگر هستم. یعنی من آقا شرمنده بگم اونم اینجا یه خورده معذب باشه. پیشنهاد میکنم بریم پایین راحت تریم. چشم. بفهمید. خواهش میکنم شما. آقا ببخشید من به جا نیاوردم. آخه اصلا دیدن شما اینجا همچین کار راحتی هم نیست. واسه شرمنده هم. شرمنده واسه چی؟ واسه اینکه دو شب مهمونت بودم یا واسه این که مثل یه دوست خوب و صمیمی حرفامو گوش کردی؟ من واقعا نمیدونم چی باید بگم. هیچی نمیخواد بگی. شروع کن. بازی کنی؟ میخوای بازی نکنی؟ دو شب مهمونت بودم الان دیگه من پذیرتم. شروع کن. آقا ما که هر روز شام و نهار مهمون شماییم. خب آقای مهندس. بله. این بله به معنای قبوله یا پرسشی بود؟ والا من که اصلا نمیفهمم. یعنی گیج شدم. کجاشو نفهمیدی تو؟ تکرار کنم. نفهمم. بذار روی میز. اصلا کلن متوجه نمیشم. دارین منو امتحان میکنین یا اصلا چرا من؟ تو آدم بهتری رو سراغ داری؟ آقا هم بینه داری؟ ممنونم. برو به سلامت. بفهمی زحمت کشیدی. خواهش. اما چرا تو؟ چون هنوز وقتی از زن و دختر مورد دراغت حرف میزنی صورتت سرخ میشه. به تو گفتم چون حلال و حرامی رو میدونی میفهمی بلدیش. حتی وقتی میتونستی از پول شرکت یه پیرمرد درمونده رو دعوت به شام کنی از جیبت شامش رو حساب کردی. به تو گفتم چون هنوز حرمت بزرگتر و کوچکتر خودتو داری. چون تحصیل کردی باشموری آبرو داری نماز میخونی هنوز با عشق و علاقه از پدر مادر خدا بیامرزت اسمی برای یاد میکنی. تو یه نفر رو به من نشون بده که این خصوصیات مثبت رو داشته باشه تا من بهش بگم عاشق دخترم بشه. یعنی در واقع ازش بخوام که
دخترم عاشق خودش بکنه. سراخ داری؟ سراخ داری؟ اگه عاشقم نشد چی؟ میشه، عاشقت میشه. ما مردا که این همه ادعامون میشه، وقتی یه زن دو بار برامون بخنده تا آخر جهنم باش همراه میشیم، پا به پاش میریم. دخترها که به مراتب از ما مردا حساستر و دلاشون ظریفتر. من با حال خودم رو میشناسم، خوب میشناسم. هنوز از خود انقدر عمر نگرفته که بخواد راست و دروغ ادعای عاشقانه رو به درستی تشخیص بده. قلب کوچیکش هنوز شاید به نظر احمقا نمیاد، ولی این تنها راهی بود که میتونستم انجام بدم. فقط عشق، 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 عشق که میتونه امید رو به قلب بهارم برگردونه و زنده نگهش داره. شاید فکر کنیم غیرتم از دست دادم، ولی نه، دیشب تا صبح هزار بار برا پایین کردم خودم و غرورم و غیرتم و بهارم و تو رو. بهارم عمرش کوتاست، به تابستونم قد نمیده. دلم میخواد این آخر عمرشو با امید سر کنه، با عشق سر کنه. ولی فکر کردین اگه واقعا علاقه‌ای به وجود بیاد چی میشه؟ نگران نباش، اینقدر زنده نمیمونه که دامن گیرت بشه. نامش یه بازیه. لحظه من اون صبح فرم استخدامت رو امضا کردم به عنوان مدیر قسمت آیتی. چه قبول کنی یا نکنی، این فرم و این امضا توی کارگزین شرکت میمونه. پس اینو بدون که به عنوان باج یا دستمزد نیست، من اینو به عنوان یک دوست ازت میخوام، نه به عنوان یک رئیس و مرعوز. آخه نام زدم چی؟ شما که خانم رو میشناسین. قرار نیست اون بفهمه، نه اون نه هیچ کسی دیگه. تو که قرار نیست عاشقش بشی، قرار اون حس کنه که تو دوستش داری. همین، این مسئله بین من و تو میمونه و البته دکترش، اونم مثل برادر منه، حتی از برادر من نزدیکتر. خب باید چی کار کنم؟ منو قبول کردی؟ اگه کمک میکنه به دخترتون که بیشتر زنده بمونه، چشم. فعلا رو به کارت برس، بعد من میگم باید چی کار کنی. چشم، باشدتون. الو، سلام نسرین. خوبی؟ ببخش یکم دیر شده. نه هنوز شرکت هم. نه دیگه الان دیگه خونه نمیره. خوبه دیگه، اینجوری هم نمیخواد هر رو پول بدی بری خونه داداشتی. نه نه نسرین جون، عهد کردم خونه نگیرم تا خونه مشترک. حقوقت انقدر رفته بالا یا فکر کردی ما عمر نوح داریم؟ گوش کن نسرین، گفتن اگه بتونم این سیستم رو راه بندازم دیگه موندگارم. حقوقش هم که خوبه دیگه، با نصفش هم میتونیم یه خونه شیک نقلی با شیک و نقلی و کنج خلوت و جیک جیک معصوم و ترانه عاشقانه نمیتونیم من خر کنیم. یا رد آقا ها،
همون حرفی که اول زدم، یه خونه حداقل 100 متری، اونم بالا شهر. با سند. آفرین. با سند 6 دون. خب اینجوری که معلومه عمر نو که هیچی، مال خضرم جواب نمیده که. باش، اشکال نداره، منم که عجله ندارم. 2 سال صبر کردیم بقیه امروش. برو دیگه، خسته ای، کار نداری؟ نه. باش، خداحافظ. بارم عزیزم، یکم با بیرو خود بخور. نه نمیتونم بخور. بخوری خوری خوبه برات. نمیتونم بابا. یه خوری بخوری حال میارای. یه خوری یه کچه الان حالم بد میشه به هم میخوره. نمیتونم برم. یه زر دیگه بگذرم. خواهی پرشتا رو خبر کنم؟ نه مسکرشون خواب آوره، دارم نمیخواد همش بخوابم، خسته شدم. کار داریم؟ نه نه عزیزم، نه نه کار ندارم. ساعتتون نگاه میکنم. هیچی، عادت کردم. های کار داریم، بریم به کارتون برسیم. چند وقت همش درگیر من بودیم، ترسم آخر برشکستش. نه نه، من نگران شرکت نیستم عزیزم، اونجا عوامل خیلی خوب کارشون رو انجام میدن، نگران نیستم. اگه منم بخوان میدونن چطور پیدا کنن. بهتری؟ بهترم. آقای دکتر، شما هم فکر میکنین این کار فایده ای داشته باشه؟ آدمی که داره غرق میشه مدام دست و پا میزنه و سعی میکنه خودشو به یه تخت پاره 10 سانتی برسونه، در صورتی که میدونم تخت پاره 10 سانتی وزنشو نمیتونه تحمل کنه، اما مدام به طرف اون شنا میکنه. آقای دادگرم همین شرایط داره و داره دنبال یه تخت پاره 10 سانتی میگرده. البته شما یکم از 10 سانت بلندترید. برای دخترشون منظورمه، برای ایشون فایده ای داره؟ آره، اگه نقشمون بگیره میتونه چند روز یا چند ماه بیشتر زنده بمونه. همین اتاقه. عشق عمر آدمو زیاد نمی کنه، بلکه به اون کیفیت میده. همین. بفهمید خواهش میکنم. سلام جناب دادگر. سلام. شما اینجا چه کار میکنه؟ راستش سلام. سلام. آقا برای خرید یه سری تجهیزات امضای شما رو لازم داشتم، اینجا مزاحمتتون شدم، ببخشید. تشریف داشته باشید، من جواب اینو بدم برمیگردم. جونم بفرمید. ببخشید من اینجا مزاحم پدرتون شدم. کار دیگه. خوبین شما؟ مرسی. من میری هستم، آراد میری، مدیر قسمت آیتی شرکت پدرتون هستم. آیتی؟ بله، به قسمتی که کلن میدونم آیتی چیه. قصد جسارت نداشتم.
سخته نه؟ چی؟ همین بیمارستان دیگه. من از بچگی بوی بیمارستان اصلا دوست نداشتم. عادت میکنی؟ فکر نمیکنم بتونم هیچ وقت بهش عادت کنم. منظورم همین بیمارستانه. خب من با اجازتون مرخص شم دیگه. با اجازتون خداحافظ خانم دادگر. خواهش میکنم. آقای مهندس. بله. فکر کنم یادتون رفت برای چی اومدین. برای چی اومده؟ اشکال نداره شما بفرمایید، من میام بیرون نمیذاش میکنم. خوبی عزیزم؟ خوبه. من با اجازت این پسر رو بندازم برمیگردم. آقا من هنوز دارم میلرزم خدا شده. چرا؟ آقا من خودم رو میشناسم دیگه، من نمیتونم، از پسش بر نمیام. فکر میکنم شما قرار نیست تو فکر کنی، قرار شد من فکر کنم. من به تو اعتماد کردم، تو هم به من اعتماد کن. بیا شب تو شرکت میبیرم. باشه. چرا به مهندس میری؟ بله آقا. خیلی خوشتیپ شدی. لطف شما سام. با اجازت. موفق باش. خدا خدا نگه دار. میبینم ات. گله قشنگی، من عاشق گل روزم. جدی؟ منم عاشق گل روزم. این یکی دیگه سلیقه خودم بود خدایش. فقط چون نمیدونستم چه رنگیشو بیشتر دوست داریم، گفتم از همه رنگاش بدم. همه رنگا رو دوست دارم. همشون خوبن، ولی بالاخره یکیش یه ذره بیشتر. خب خودتون چه رنگی بیشتر دوست داریم؟ میخوای تقلب کنی؟ نه برشی. خب یه کاری کنیم، من می نویسم چه رنگی رو دوست دارم، شما هم بگو ببینیم چی میشه. باشه. سب بگو. روز مشکی. نه حدس نمی زدین. نه باورت نمیشه. روز مشکی چجوریه؟ نمیشه روز مشکی. خیلی کم از این کفتشون. چی شد؟ چی شد؟ حالا دیگه ما غریبه شدیم. آره اختیار داریم. آقا اگه اجازه بدیم من رفع زحمت کنم یواش یواش. خواهش میکنم. به سلامت. برای این از صمیم قلب میگم واقعا ازت ممنونم، راضی به زحمت نیستم. چه بخیار داریم بابا، چه زحمتی. خب خدا حافظ. خدا نگهدار. دستتون درد نکنه بابا. خدا نگهدار. خدا حافظ.
زیاد طبیعی به نظر نمیرسه. فکر نمی کنم پرورشی باشن. گلا رو نمیگم، منظورم این پسر است. چیش طبیعی نیست؟ همین که هر روز با یه بهانه جدید میاد ملاقاتت. موندم دفعه دیگه و چی میخواد بیاره؟ تو فکر میکنی چی میاره؟ من میگم احتمالاً دوباره باز با همون جبه شیرینی مسخره میاد. نه فکر نمیکنم. میخوای دومشو برات قیچی کنم؟ نه برای چی؟ هر موقع تکرار شد میگم بهتون. یه جوریه، یه کنجکاوی، یه بازیه که دوستم بودم دفعه دیگه چیکار میکنه. همین. پس باید بهم قول بدی هر وقت اذیت شدی بهم بگی، باشه؟ دیگر نباشیم. نه میشه عزیزم، میشه نگران نباشم. بابا جونم عزیزم، مراقب خودتون باشی. تو هم مراقب خوشگلیت باش عزیزم. سلام، من متعلق به مهندس سارد میری هستم. شما تماس صاحب من لطفا قبل از خوندن من از صاحبم اجازه بگیرید. مگه نگفتم اجازه بگیرین؟ ولی اشکالی نداره، حداقل بعد از خوندن من با صاحبم تماس بگیرین و منو به دستش برسونین. آخه اون منو خیلی دوست داره، چون تنها مونس شبها و تنهاییاشم. انگار ولکن نیستی ها. اگه ادامه بدی ممکنه گرفتارم بشی. بازم هشدار میدم، بی خیال ما شو. دیگه حرفی ندارم. امروز قراره برم شرکت یه آدم کله گنده. قرار سیستم اینترنتی شرکتشون رو نصب و راه اندازی کنم. 70 میلیون قراردادمونه، اما اگه موفق بشم تو 3 ماه تمامش کنم با ماهی 4 میلیون تومان استخدامم میکنن. با بیمه و بازنشستگی. الهی به امید تو. امروز رفتم بیمارستان تا از مدیر شرکت امضا بگیرم. فهمیدم دخترش سرطان داره. دو تا چشم دیدم با یه لبخند قشنگ پر از امید. باید دنبال یه بهونه بگردم تا دوباره بتونم ببینمش. یه جعبه شیرینی خرجش کردم تا سرشار از امید بشه. نمیدونم چه گلی دوست داره. دلم میخواد فقط باعث بشم تا دوباره لبخند بزنه. چشاش با لبخند خیلی خوشگل ترن. بی خیال، اصلا روز میخرم. بذار یه بارم که شده یه کاری رو بسه دل خودم بکنم. فردا براش روز میخرم از همه رنگ. امیدوارم روز دوست داشته باشه. امیدوارم بازم بخنده و بازم سرشارم کنه از امید. سلام، شما؟ خانم دادگر ببخشید به جانایی بارم. طوری شده؟ پس اونجا جا گذاشتم. نه چه عجله‌ای دارین؟
فقط خواستم خبرتون کنم. دیشب اومدم زنگ بزنم، دیدم دیر وقت نزدم. نه دیگه، الان فهمیدم پیش شماست، نگران نیستم. میتونم بخونمش؟ آخه دیدم اولش نوشتون که از یابنده خواستیم بدون اجازه شما نخونه. حالا اگر امکانش باشه نخونین ممنونتون میشم. چرا؟ مگه چیز بدی توش نوشتین؟ چیز بدی که ننوشتم، فقط عادت دارم هر شب در مورد کارهایی که تو روز انجام دادم یه خطی دو خطی می‌نویسم. خب پس میتونم بخونمش، آخه اینجا یکم حوصله‌ام سر میره. خب اگه حوصله‌تون سر نمیبره خب بخونیم، فقط نمیدونم چجوری بگم. اگه پدرتون ندونن بهتره. نه بابام الان اینجا نیست، خیالتون راحت، نمیذارم متوجه شه. باشه پس فعلا خدافظ دیگه تا بله. فردا میایین بیمارستان دیگه؟ فردا چطور؟ برای دفترچه. خدمتتون میرسم، میبینمتون. باش خدا نگهدار. خدا. خیلی وقت بود اینجا نیومده بودیم. آره دو سال میشه. اما هیچی عوض نشد. مکان ها که عوض نمیشه، آدم ها که تغییر میکنن. این مثلا کنایه بود دیگه؟ نه استعاره بود. پس منظورت اینه که من عوض شدم؟ آره احساس میکنم عوض شدم. بهتر شدم یا بدتر؟ بهتر و بدترشو نمیدونم، یعنی نمیتونم تشخیص بدم، فقط فکر میکنم سرد شدی نسی. آراد مگه میشه بدون ماشین و خونه و کار گرم شد؟ چرا نمیشه؟ با آتیش. بله درد بی دردی علاجش آتیش. یه سوال نسیم بپرس. اگه الان خونه و ماشین و کار و پول همه چی ردیف شد با هم ازدواج میکنی دیگه؟ ببین آراد دوباره داری شروع میکنی. جوابش یک کلمه است، آره یا نه؟ آره ازدواج میکنم، چرا که نه؟ حالا اگه همه اون امکاناتو بعد ازدواج از دست دادیم چی؟ یعنی چی از دست دادیم؟ یعنی چی نداره؟ این که دیگه کنایه و نمیدونم استعاره و اون چیزا نیست، یه فرض دیگه از دست دادیم. یعنی دیگه نه خونمون برامون نه ماشین، از سر کارم انداختنم بیرون. فرض محاله. چرا محاله؟ چند نفر رو برات مثال بزنم که از اوج ثروت و قدرت افتادن به فقر و بدبختی؟ چی کار میکنی اون موقع؟ همون موقع در موردش فکر میکنم. خب حالا فکر کن. فکر کن تا همین یه ساعت پیش همه اون امکاناتو داشتیم، الان دیگه نداری. چی کار میکنی؟ میمونی با هم زندگی میکنی یا میذاری میری؟ آراد میمونم زندگی میکنم. یعنی طلاق نمیگیری دیگه؟ فاک حتی اسمش هم کراهت داره، دیوونه. ببین منم همینو میخوام بگم، وقتی نبودن یه چیزی دلیل نمیشه که ما زندگیمونو به هم بریزیم، خب چرا از اولش با نبودنش نمیتونیم شروع کنیم؟ ببین آراد بعد دو سه ماه من آوردی بیرون، ببین داری چیکار میکنی. باستا نسرین، نسرین، نسرین کجا ول میکنی و میری؟ آخه این چه حرفیه تو داری میزنی؟ بابا من چه حرفی زدم؟ میگم اگه ملاک برای ادامه زندگی چیزی غیر از پول و امواله، خب پس چرا این ملاک ها همون اول زندگی اصل نیستن؟ اصلا بحث با تو فایده ای نداره عزیز من. خب تو قانه هم کن.
ببین خوشگلمون بیکاریم بود که شکر خدا رفت شد. الان راحت ماهی 3 میلیون تومان میگیرم، میتونیم یه ماشین قسطی در حد خودمون یه ساله بخریم دیگه. آها مشکل من همینجاست. حقوق؟ نه خیر، این که حد خودتو نمیدونی. اصلا ولش کن. چرا ولش کنم؟ ای بابا منم آدمم. من الان 3 ساله دارم دنبال تو موسموس میکنم. یه روز شهرستانی بودنم برات افتاره، یه روز بیکار بودنم، یه روز آراد من نمیتونم با هوا زندگی کنم، من نمیتونم با شعار زندگی کنم. این که فکر کنی عاشقت شدم اون وقت میام با توی زیرزمین نمور زندگی میکنم و کور خوندی. من اهل این روشنفکر بازی ها و آوانگارد بازی ها نیستم. تموم. اصلا یه سوال دیگه، اگه بعد ازدواج من سرطان گرفتم کار و ماشین رفت که نه درد و مرز اومد جاش. خب بابا برام سواله. سوالت غلطه، سوال غلط هم جواب درست نداره عزیز من. تو همون غلطش رو جواب بده. اون روز که با داداش و زنداداشت اومدین خواستگاری بابام چی بهتون گفت؟ گفت تصمیم خود نسرین. خب باشه، من چی بهت گفتم؟ نگفتم من زندگی بکن توی خونه کوچیک تو دورگوز آباد نیستم؟ نگفتم. چرا؟ گفتی؟ خب الانم که چیزی عوض نشده. ببین اصلا اون روز که آقا جونم داشت صیغه محرمیت رو میخون من به چی گفتم؟ گفتی بله کوفت. گفتم فکر نکن محرم شدیم همه چی تموم شده، محرمیت ما تو همین مرحله محرمیت باقی میمونه تا جنابالی تکلیف شغل و کار و خونه و ماشین و همه چی رو معلوم کنیم. اگه نگفتم؟ آره گفت. ولی من مهم نیستم، خودم خودم بدون خونه و ماشین و کار و پول و کوفت و درد و مرض و سرطان. خیلی خری آراد، خیلی خری. بابا اگه من تو رو دوست نداشتم که همون 2 سال پیش جواب بالا رو به اون بساز بفروشه گفته بودم و الانم صاحب 5-6 تا خونه بودم. پس هنوز دوستم داری؟ همه چی سر جاشه دیگه. بله هنوز دوستت دارم، همه چی هم سر جاشه، فقط بابام دیگه صبر نداره. خب ببین، یا تو باید از خواستهات یکم کوتاه بیای یا من مجبورم که. آراد مجبوری که چی؟ مجبور میشم به هر قیمتی شده این خونه و ماشین رو ردیف کنم. یعنی الان تو داری منو تهدید میکنی که ممکنه مثلا بری دزدی؟ اصلا فرض کن. آره برات مهم نیست؟ نه خیر، میتونی امتحان کنی. فکر میکنی اینایی که تو خونه 1 میلیاردی زندگی میکنن یا ماشین 500 میلیونی میرونن از ماشین نویسی کامپیوتر پول جمع کنن یا حقوق ماهانه؟ واقعا برات مهم نیست دیگه؟ نه برای من، برای هیچ کسی مهم نیست تو این دور زمانه، میفهمی؟ کجا میری پس؟ نه بابا قرار نیست هر شب هر شب مزاحم شما بشم که تو شرکت. نه یه اتاق دارن این هتل 5 ستاره. آره دیگه هر وقت خستشم میرم همونجا میخوام. با اجازه. خب من دیگه باید برم، کاری نداری؟ به زنداداش سلام برسون. قربانت خدا حافظ. سلام علیکم. سلام. برادرم بود گیر داده که چرا 1 ماه نرفتم خونه. چیزی شده آقا؟ تو با بهار در ارتباطی؟ یعنی چی ارتباط دارم؟ خب من که هر روز میام اونجا ملاقاتش دیگه. سوای اون ملاقاتو میگم، یه موقعایی هم زنگ میزنه، من که همشو بهتون گفتم که کنم عاشقت شده. خب اینو که همون 2-3 روز اول هم میشد فهمید که. نه 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 اون 2-3 روز اول عادت کرده بود، یه جوری بهت کنجکاف شده بود، ولی من امشب فهمیدم عاشقت شده. امروز بهت زنگ زد؟ نه.
امروز تا رفتی شروع کرد به پرسیدن. پرسیدن چی؟ در مورد تو. از همه چیزت پرسید، ولی تلاش میکرد که بفهمه تو در مورد اون با من حرف زده یا نه. خب میخواستین بگین اصلا حرف نمیزنم راجبش. چی میگی تو؟ اون فکر میکنه تو عاشقش شدی. نه، تمام تلاشش این بود که منو متقاعد کنه که تو بچه خوبی هستی، آدم با شخصیتی هستی. اون فکر میکرد که تو اون از من خواستگاری کردی، منم دارم با شما مخالفت میکنم، با ازدواجتون. خب این نقشه خودتون بود دیگه، قرار بود نفهمه دستمون توی کاست هست. میخواین اصلا بهش بگم نامزد دارم؟ میتونم اصلا با نامزدم فردا برم ملاقاتش. دست شما درد نکنه، یه مرتبه با تابوت ساز به ملاقاتش. اه دور از جونش آقا. دور از جون نداره. هیچ فکر کردی اگر بدون تو نامزد داری چه بلایی سرش میاد؟ خب میخواین اصلا یه مدت نرم بیمارستان. تو یه دقیقه نمیاد هزار مرتبه از من سوال میکنه کجاست کجاست، چرا نیومد چرا نیومد. خب چیکار کنم؟ نمیدونم. دکترش میگفت اگه لفتش بدیم، اگه طول بکشه، اگر بفهمه که ما نقشه داریم، اون وقت حالش از اونی که بوده بدتر میشه. خب من میگم مجبوریم یه قدم جلوتر بریم. یعنی چی کار کنیم؟ تو باید بیای خواستگاریش. بیام خواستگاریش؟ آره بیای خواستگاریش. و فکر کردین اگه موافقت کرد چی میشه؟ من مخالفت میکنم. یعنی اگه شما مخالفت کردین، برنامه این ضربه روحی و این چیزا منتفیه دیگه. مخالفت من یه مخالفت جدی نیست، یه مخالفت کوچولو. میخوام یه نیمچه امیدی در جلب رضایت من براش به وجود بیاد. خود اینم 2 ماه 3 ماه طول میکشه. یعنی تا بمیره. زهر مار، تو واقعا دوست داری بمیره؟ نه والا، ما نباید امید واقعی بهش میدادیم. ناصرم گفت ولی من قبول نکردم. خب چرا میخواین بهش امید واهی بدین؟ یعنی تو واقعا میخوای بیای خواستگاریش؟ آره، شما هم قبول کنین. البته با همون یه نیمچه جون مخالفت گفتین چیکار کردین؟ خب بعدش هم شرط میذارم براش. میگه اصلا خودتون شرط بذارین، بگین عروسی رو میندازیم برای موقعی که خوب شد و از بیمارستان مرخص شد. دارین فکر میکنی؟ یا باید این بازی رو که شروع کردیم تا ته بریم، یا باید حقیقت رو بهش بگیم و خلاص. آقا من که دیگه عقلم به جای قد نمیده، شما هر کاری خودتون صلاح میدونین بکنین. در ضمن این فروشگاهتونم هفته دیگه بهره برداری میشه. اسمشو چی میذاری؟ ریما مارکت. شام چی میخوری؟ شام چی حالا میام الان با بهار خانم، با دختر خانمتون چی کار میخواییم بکنی؟ وقت شام بهت میگم. بابا من تا حالا فکر میکردم شیرینی که تو خسرو شیرینه با شیرینی که تو فرهاد شیرینه دوتان، یعنی فرق میکنن. دردت بشونه مگه نیستن؟ نه دیگه، مگه نخوندینش؟ در واقع یکی هن، یعنی یه شیرینه. شیرین و خسرو که عاشق هم بودن و خسرو ترکش میکنه، بعد این وسط سرکله یه فرهادی هم پیدا میشه. خیلی داستانش قشنگه، یعنی آراد بعد براتون بخونه مهندس میری، خیلی خوشگله داستانش. دیشب بالاخره به حرف اومد، تو رو از من خواستگاری کرد. آراد؟ با اون جعبه شیرینی و گل معلوم. شما چی بهش گفتین؟ چی باید میگفتم؟ گفتم باید از تو بپرسم. خب
بهش میگفتین من تا چند وقتی که بیشتر زنده نیستم؟ فکر میکنی نمیدونه؟ نه نمیدونه، خیلی امیدواره، اون امید داره که من زنده میمونم. بهش چی بگم؟ نظر شما چیه؟ به نظر من اگه تو هم بهش علاقه داری بهتره بهش جواب مثبت بدی. فکر نمی کنین این آدم واسه کار و استخدام و موقعیت شغلیش؟ گفتم جواب مثبت بدی، نگفتم باش ازدواج کن. نمی فهمن جواب مثبت بدم ولی ازدواج نکنم؟ ازدواج میذاریم برای یکی دو سال بعد، وقتی مطمئن شدی مالت بهتر شده، این بیماری دست از سرت برداشته، تو هم فرصت داری بدونی اون به خاطر خودت اومده یا به خاطر پول بابات. من باید قبلش با تو حرف بزنم. میشه زنگ بزنین بیاد اینجا الان؟ دعوتش یعنی موافقت ما؟ نه بابا، دعوت یعنی دعوت. خواهش میکنم زنگ بزنین بیاد اینجا، من باش قبلش حرف بزنم. خواهش حرف بزنم همین. چی میخوای بهش بگی؟ در مورد آب و هوا. بابا بهش بگید بیاد اینجا، البته بدون گل و شیرینی، من باید باش حرف بزنم. باش. نگاهت رو شروع کردم با یه احساس اجباری، به امیدی که برگردی به این دنیای تکراری. خجالت میکشم از این نگاه ساکت و معصوم. چجوری بهت دروغ گفتم؟ چجوری تو دوستم داری؟ همش تقصیر تقدیره که تو سهمت فقط درده. همیشه حاله عاشق همه چی رو عوض کرده. برام سخته که قلب تو منو عشق خودش کرده، ولی مجبورم اینجوری، شاید به دنیا برگرده. نمیدونم چی میشه ته این قصه مبهم. میخوام که عاشقت باشم، رهاشی از غم و ماتم، رهاشی از هرچی درده، بلندشی سمت خوشبختی. من از دنیام گذشتم تا تو برگردی به خوشبختی. همش تقصیر تقدیره که تو سهمت فقط درده. همیشه حاله عاشق همه چی رو عوض کرده. برام سخته که قلب تو منو عشق خودش کرده، ولی مجبورم اینجوری، شاید به دنیا برگرده. سلام. چرا تنها بایستدی؟ همش نقشه بود. نه چی؟ نقشه. چی نقشه بود؟ همه چی. دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این که بابام نقشه کشیده و تو رو به بهونه امضا کشونده اینجا. با شناختی که از جفتمون داشته احتمال میداده که یه حسی بینمون به وجود بیاد.
وقت من به خاطر تو سعی کنم خوب شم. احتمال دوم چیه اون وقت؟ احتمال دوم این که نقشه تو کار نبوده، تو واقعا اومده بودی اینجا امضا بگیری، ولی وقتی دیدی دختره یکی دونه صاحب شرکت سرطان داره تو چند وقت دیگه میمیره، گفتی چه موقعیت خوبی نصیبم شده. خودت بگو اگه احتمال سوم وجود داره، خودت بگو. نمیدونم چی باید بگم، شاید همه این بدبینی ها نتیجه بیماری تو میشه. پس بهم بر نمیخوره، ناراحت نمیشم، چیزی هم بهتون نمیگم که شما ناراحت بشه، فقط آرزو میکنم هرچی زودتر خوب بشه. یعنی هیچ نقشه تو کار نبوده؟ بهم حق بده شک کنم. من وقتی افتادم توی این بیمارستان همه یه جور دیگه نگاه میکنن، تو نگاهشون میبینم، با هر پیک زدنشون فیلم تشت جنازم رو میبینن، تو نگاهشون، تو صداشون، تو حرفاشون بوی گندی طرف رو همه دستم خسته شده. روم آرزو سلامتی میکنن، ولی ته ته ذهنشون میخوان از شهرم خلاص شد. تو درباره منم اینجوری فکر میکنی؟ من ثابت کنم اینجوری نیست. چجوری باید ثابت کنم؟ جوابم مثبت. به شرط این که به شرط چی؟ چه شرطی؟ این که تو همین هفته عقد کنی. با این عجله چرا؟ یعنی چی با این عجله؟ آقا برای اینکه بهش ثابت کنم نقشه‌ای در کار نبوده، برای اینکه ثابت کنم دنبال ثروت شما نیستم، برای اینکه بهش ثابت کنم به چشم یه دختر مفلوک رو به موت بهش نگاه نمی‌کنم. بازم بگم قبول نمی‌کردی قربونت برم. ای خوب من که قبول نکردم که. اصلا من قبول نکنم چی؟ آقا فکر اونجاشم کرده، اعتصاب قضا. چی؟ آقا میگه اگر بابام قبول نکنه اعتصاب قضا می‌کنم. یه رو دیگه بیشتر وجود نداره، باید هم عقد کنیم. عقد کنیم؟ آره بابا، من خیر سرم نامزد دارم، دو ساله به اون بچه قول دادم، چی عقد کنیم؟ راد عزیزم آروم باش، آروم، تو خودت بهتر میفهمی، منم میدونم، خودش هم میدونه، دو ماه سه ماه دیگه زنده نیست. من اگه پای تو رو تو این جریان کشوندم بخواد اینو بهش امید بدی، بذاری خوشحال باشه. خب اگه دو ماه سه ماه شد سه سال چی؟ این بابا راد نمیشه، بهت قول میدم نمیشه. آقای دادگر من نمیتونم با یکی ازدواج کنم که هر روز منتظر مردنش باشم. تو واقعا منتظر مردنشی؟ نه میگم نمیشه با یکی عقد کنم که هر بدونم تهش چی میخواد بشه، هر روز بشینم روز شماری کنم. بعدم من اگه شرایط ازدواج داشتم که خیلی زودتر از این با همون نسرین. وای حالا نسرین رو من چی کار کنم؟ نه ترسون با من. چی با شما؟ اگه نمیگی زنت خونه میخواد، ماشین میخواد، زندگی میخواد، همشو من تامین میکنم. کدوم آپارتمون میخرم، ماشین میخوای میخرم، هر چی که میخوای میخرم، اصلا بهت شغل میدم، ارتقا میدم. چی میخوای باشی؟ میخوای معاونم باشی؟ میخوای مشاورم باشی؟ همه رو تامین میکنم، تامینت میکنم. نترس. اون درستی دنبال این چیزاست، ولی نه به قیمت از دست دادن من که. عزیزم نمیتونم بهش دروغ بگم. لازم نیست بهش دروغ بگی. همین که هیچی بهش نگی، بهش دروغ نگفتی. من قول میدم شناسنامه دست نخوره. ازت خواهش میکنم، کمکم کن. آره ازت خواهش فقط سه ماه فکر کن رفتی مسافرات، فکر کن رفتی معمولیت، هر چیزی دوست دارم.
فقط منو تنها نذار، این بچه کمن. شاید فکر کنی من بی‌غیرتم، شاید فکر کنی که اولین مردی هستم که از مردی میخواد که دخترشو بگیره باشه ازدواج کنه. هر جور که دوست داری فکر کن، هر چی میخوای بهم بگو. میدونم من اشتباه کردم، اشتباه کردم، فکر کردم یه بازی که هر وقت که دوست داری میتونیم قطعش کنیم، اما نشد. بردار آراد، خواهش میکنم بردار آراد لعنتی، بردار جواب بده، جواب بده لعنتی، خواهش میکنم بردار لعنتی، بردار لعنتی، بردار. اینقدر میگیرم تا جواب بده، اینقدر میگیرم تا جواب بده، بردار آراد، اذیت نکن، بهش نکن آراد، بردار بردار دیگه، بردار لعنتی، بردار، بردار دیگه. سلام. 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 باز چه خبر شده؟ خبری نیست، فقط میخواستم قبل از ماموریت رفتنم ببینم. قهوه با کیک دیگه. ممنون. چه ماموریتی هست؟ کجا هست؟ خودم هم نمیدونم، حتی نمیدونم چقدر طول میکشه. 2 ماه 3 ماه، شاید هم یه خورده کمتر یا بیشتر. پس یعنی خارج از کشوره؟ برای من که انگار خارج از دنیا است. آراد ببینمت، قاطی کردی؟ چه فرقی میکنه برات؟ مهم اینه که دستمزدش خوب باشه که هست. چقدره؟ انقدی هست که بشه یه خونه و ماشینه به قلوت آبر و من دستوش در برد. آها، بس مطمئن شدم خواهی بری دزدی. نه، گرفت و گیر قانونی نداره، فقط نمیتونم خیلی برای توضیح بدم. وا، اگه قرار بود توضیح ندی پس برای چی منو کشوندی اینجا؟ اینا رو که تلفنی هم میتونستی بگی. شاید تو این 2-3 ماه نتونم حتی با تماس بگیرم، شاید حتی چه بخوردی. از وقتی یادمه مامان بابام با هم دعوا داشتن، همش هم سر پول بود. این به اون میگفت خسیس، اونم به اون میگفت ولخرج. آخرش هم نفهمیدم برای چی دارن همدیگر رو تحمل میکنن. شاید هم به خاطر ما بچه هاست. اتفاقا اونم با عشق شروع کردن. شاید به خاطر همینه که میترسم. آراد میترسم، میدونم هر چقدر عاشق هم دیگه باشیم، اگه قرار باشه یه شب سر گشنه زمین بذاریم یا شهریه مدرسه بچه‌ها رو نداشته باشیم یا نتونیم حتی لباس عید براش بخریم، ته تهش از همون یه سوال میکنه، مگه مجبور بودیم؟ من میدونم ثروت خوشبختی نمیاره، اما اینم مطمئنم که فقر بدبختی میزاد، اونم از همه نوعش. اگه فقر بیاد تو خونمون، جای همه چی رو میگیره، جای عشق، جای محبت، جای اعتماد. الانم نمیدونم کجا داری میری، اصلا داری میری واقعا یا میخوای منو امتحان کنی، اما اینو میدونم پا تو هر راهی میخوای بذاری، از دیوار هر کی میخوای بالا بری، از شونه هر کی، به من ربطی نداره. مهرم سند یه خونه و ماشینه،
جفتشو تو محضر ازت میگیرم. بعدم اگه تونستی از مخارج خونه بر بیای، هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. اصلنم کار ندارم این پول از ارث بابات بهت میرسه یا از میخوای حدس بزنم از چه راهی؟ حدس بزن. یه پیرزن دو سکته‌ای پیدا کردی، منتظر سکته آخرشی. میگن سه ماه بیشترم وقت نداره، فقط هم ازت میخواد براش قصه لیلی و مجنون بخونی و بعد از اورا ببریش با ویلچر دور پارک بگردونش. احتمالاً بعد از مرگش هم یکی 2 میلیاردی بهت ارثیه میرسه، درسته؟ فرض کن همون بعد 2-3 ماه بیام دنبالت وقتی مرد. باش، به شرط اینکه ورثش نریزن سر اموالش. اگه قبل مردنش هر دوتاشو به نامم کنه چی؟ قبول؟ تو هم سند جفتشو به نام من میزنی؟ اون وقت اگه نمردم میام سر سفره عقدت. کاری نداری؟ خدافظ. الو آقای دادگر، آقایت سراغ داریم؟ بسم الله الرحمن عروس خانم، وکیلم؟ با اجازه پدرم و همه عزیزایی که توی مدت اذیتشون کردم. بله. مبارک. Thank you.
سب میکردی ویلچر تو برات بیارم. نه بابا ویلچر برشی، مال وقتی که خسته شدم، معلول که نیستم. خب الان خسته نیستی؟ خوبم. مطمئنی؟ آره به خدا. بذار ببرم تا اتاق. نمیخواد، خودم میرم. مگه تو نمیخواستی بری واسه شام چیزیز بخری؟ میرم، حالا دیر نمیشه. نمیترسی تنها بمونی؟ نه بابا ترس چی؟ برم به بابام زنگ بزنم بگم رسیدیم، نگران میشه. تو اینا رو بذار همینجا باشه، زودتر برو. خب پس اگه کاری داشتی زنگ بزن بهم. باشه باش. چیز آراد جا بگم، حالا هرچی خواستی برای شام و اینا بگیر، خودت میدونی، فقط بستنی زعفرانی یادت نره. نه میدونم، اتفاقا یه چیزی میخوام برات درست کنم، کلی خاطره دارم بچگیم باش. چی؟ بذار برگردم بهت میگم. اصلا شام همونو میخوری. خب کتاب خمسه نظامی هم با خودت آوردی؟ ماه عسل بدون نظامی این شب یلدا بدون حافظه. خیلی کار خوبی کردی. چو از لعل لب شیرین خبر یافت، به سنگ خاره در گفتی گوهر یافت. این درش اضافیه، فقط برای اینه که وزن شعر درست. میفهمم اشارات، هر جاشو نفهمدم خودم ازت میپرسم. تو بخون بقیهشو. به دستش آهن از دل گرمتر گشت، به آهن سنگش از گل نرمتر گشت. به دستی سنگ را میکند چون گل، به دیگر دست میزد سنگ بر دل. دلش را عشق آن بت می خراشید، چو بت بودش چرا بت می تراشید. شکرلب، شکرلب یعنی شیرین، شکرلب داشت. بابا خودم می دونم به خدا. با خود ساغری شیر به دستش داد، کین بر یاد من گیر. ستود شیر از کف شیرین جوان مرد، به شیرینی چه گویم چون شکر خورد. میدونی اون قدیما میخواستن مثلا میخواستن میدونی چو شیرین ساوی باشد هم آغوش، نه شیر ار زهر باشد هم شود نوش. چو عاشق مست گشت از جام باقی، ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی. یعنی شیرین خواست که دیگه برگرده. شد اندامش گران از زر کشیدن، فرو ماند اسبش از گوهر کشیدن. یعنی اسبش کم آورد. نه اسب ار کوه زر بودی ندیمش، سقط گشتی به زیر کوه سیمش. یعنی کوه هم بود کم می آورد. چنین گویند که اسب باد رفتار، سقط شد زیر آن گنج گوهربار. چو عاشق دید کان معشوق چالاک، فرو خواهد فتاد از باد بر خاک.
به گردن اسب را با شه سوارش. بعد که مویی بر تن شیرین نیازد، یعنی نیا زرد میدونستی نه خیلی نهادش بر بس سوخت که همه سیب زمینی هات ای با نیستی ای بابا. اصلا ها دست اصلا سوخت بگیر منش شیف نمیاری بهار خانوم؟ میشینی رو زمین یا لقمه بگیرم برات؟ خب به ما هم بگو چی غرقت کرده؟ دریا. حالا فعلا داره صبحونه بیا بیرون از دریا. آرا جونا بریم دریا. دریا باش، بعد صبحونه میریم اسکله. قایق موتوری دارم میریم؟ نه قایق موتوری دوست ندارم، دلم میخواد با قایق پارویی بریم. قایق پارویی سخته ها. خیلی خب جورش میکنم، فقط به شرط این که نخوای خیلی بریم جلو. باش روزی که فهمیدم سرطان دارم خیلی ترسیدم، اصلا باور نمیکردم. احساس کردم از همه چیز بدم میاد، از همه بدم میاد، حتی از بابا، از خودم، از مدرسه، از دانشگاه، کنکور، از خیابونا، همه چی رو قبل گرفت. همش به خودم میگفتم چرا من؟ چرا باید برای من این اتفاق بیفته؟ فکرها تا چند وقت پیشم تو ذهنم بود، کمتر شده بود ولی بود. میترسیدم ولی بیشتر از مریضی و بیمارستان و دکتر و موش آزمایشگاهی شدم، از این تخت و بیشتر میترسیدم، از طرف همه آدم رو میترسید. کاش این چند وقت تا ابد میموند، کاش هیچ وقت تموم نمیشد. چند روز مونده میتونه تموم نشه، هر چقدر دوست داشته باشه میتونیم بمونیم اینجا. وقتی مرد
کردم، دلم نمیخواد تیکی تیکم کنم. اجازه نده کالبا چکم بوریدی یا بابا، این حرفا چیه داری میزنی تو؟ بابا من تازه دارم برای آیندهمو برنامه ریزی میکنم، یادت رفت به این زودی؟ مگه قرار نیست بریم کرمانشاه قصر شیرین رو ببینیم، بیستون؟ ما حتی اسم بچه هامون هم انتخاب کردیم که لیلی، فرهاد. ببینم زدی زیرش به این زودی؟ ما هنوز خیلی کار داریم که باید با هم انجام بدیم. قبل از اینکه تو بیای تو زندگی من از همه طلبکار بودم، از بابام، از خودم، از زندگی، حتی خودم. هیچ وقت فکر نمی کردم یه آدم بیاد تو زندگی که همه اون طلب رو بهم برگرد. من اگه حتی همینجا هم عمرم تموم شه راضیم. به خدا بسیم، خدا شکره، خدا شکره، خدا شکره. ای بهار، تو که هنوز بیداری؟ وقت بر خوابیدن زیاده. مرسی. بیا حاضرش را بیفت. اصولاً ما مردا خیلی با ظرفیت نیستیم ها، توهم میزنم یا با اشکال ندارم، توهمت لا اله.
اگه مریضم نبودم اینقدر مهربون بودی. خب میتونی وقتی خوب شدی امتحان کنی. جدی میگم. پدر مادر من نزدیک 60 سال با هم زندگی کردن، ولی نه من نه خواهر برادرم هیچ وقت نشنیدیم ازشون که به هم دیگه بگن دوست دارم. بعد از فوت مادرم بابام تا سالگردش دفعه مورد، اونم برای اینکه مطمئن میشه سالگردش آبر من برگزار میشه. سه روز بعدش یه شب خوابید و صبح دیگه بلند نشد. وصیت نامش رو زیر بالشش پیدا کردیم، همون شب نوشته بود. نوشته بود به کسی بدهکار نیستم، از کسی هم طلبی ندارم، مال و اموالم رو هر جوری که قانونی و دوست دارین تقسیم کنیم. فقط من کنار همسرم دفن کنیم. خوشبحال کی؟ مادرت. آدم باید خیلی خوشبخت باشه که قبل معشوقش بمیره. خوشبحال من چقدر خوششانسم. عزیزم قربان کنم، حالا چطوری؟ سلام بابا. بدات چم عزیزم، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، همون که بهتون گفتم من یکم به این فشار اومد، حالم به هم خورد. آره ترسید من آورد بیمارت. الان خوبی؟ آره خوبم. دکتر دیده؟ آره اومد ویزیت. قربونت برم عزیزم. چرا خوابه؟ خسته از کل راه رانندگی کرده به خاطر من نخوابیدم. سلام، رفتم خونه اون چیزی که می‌خواستی برات آوردم، اگه چیزی دیگه نیاز داری بهم بگو که بیارم. قرصامم گرفتم. آره عزیزم نگران نباش، همه رو گرفتم، هر چی که همون ناصرت گفته بود گرفتم دادم بهش. دستتون درد نکنه. قربون برم. آراد ای بابا بذار بریم بخوابیم. چی رو بخوابه؟ بذار باشه یه چیزی بخوره. آراد آراد پاشو عزیزم، پاشو تنبل. ای سلام. سلام. شما کی تشریف آوردید؟ نیم ساعت پیش. ببخشید بیهوش شدم اصلا. تو گروهت نتیست عزیزم؟ نه من نهار خوردم. یا بیا بزن دست صورتت با هم بریم اون بر خیابون یه چیزی بخوریم. من میمونم پیش بهار. بهار شوهر خسته و کوفته به دردش نمیخوره، منم غذای بیمارستان رو نمیخورم. را بیافت. تو چیزی نمیخوای عزیزم؟ نه. چرا؟ اه خب چیزی میخواستی به خودم میگفتی دیگه. میخوام اگه میشه کوتاه بابام تنها بشم. برو تا تو دست صورت تو بشوری، منم آماده میشم بهت میرسم. چش بگو عزیزم، بگو جونم عزیزم. ازتون ممنونم که گذاشتین من با آراد ازدواج کنم.
ازتون ممنونم که اجازه دادیم ما با هم آشنا شیم. پسر خوبی اذیتت نمی کنه؟ اذیت بارات همه دردم از بین رفت. دیگه هیچ غصه ندارم غیر از یک. چی فدات جان چی؟ دلم نمیخواد ازش جدا شم عزیزم. نمیخوام بمیرم. مهمون ناصر بگیم تو رو خدا هر کار میتونه بکنه من یکم بیشتر تو تمام زندگیمی، تو کنارمی که هستم، تو رو رو چشام میذارم، عاشقانه میپرستم. کاش میشد بیشتر از اینا با تو باشم و بمونم، اما حیف دست خودم نیست، میخوام اما نمیتونم. حالا که آخر راهم، حالا که از اینجا میرم، تنها آرزوم اینه که کنار تو بمیرم. بگو از کجا رسیدی؟ از یه خونه که تو ابراز، کی به قلب تو خبر داد که یکی اینجوری تنهاست؟ تو نباشی مگه میشه؟ مگه میشه زندگی کرد؟ طاقت هر چیزو دارم، هر چی به جز این در. تو نباشی مگه میشه؟ مگه میشه زندگی کرد؟ طاقت هر چیزو دارم، هر چی به جز این در. دنیا خیلی بده اما تو پیشم باشی بهشته. چی صدات کنم ستاره؟ قهرمان ناجی فرشته. عاشقتم فرابون، صادق و عمیق و آروم. خوب من دیوونه کردی تو با اون چشمای معصوم. تو نباشی مگه میشه؟ مگه میشه زندگی کرد؟ طاقت هر چیزو دارم، هر چی به جز این در. نباشی مگه میشه؟ مگه میشه زندگی کرد؟ طاقت هر چیزو دارم، هر چی به جز این در. من به آخر خط رسیدم نسرین. یعنی چی به ته خط رسیدی؟ یعنی دیگه نمیتونم ولش کنم، کاری از دستم بر نمیاد، دیگه نمیتونم بیام. آراد میخوام ببینمت. نمیتونم که اینجا رو ول کنم. از کجا؟ تو بگو کجایی، من خودم میام میبینمت. تو هم نمیتونی بیای. یعنی چی؟ ببین حداقل میتونی بگی که برای چی ناراحتی؟ نکنه به خاطر اسمس هایی که دادم ناراحت شدی؟ بله از پیامکات که دلخور شدم، ولی دیگه مهم نیست. ببین آراد، اگه داری این بازی ها در میری که مثلا من اولش بازی بود، ولی دیگه بازی نیست. حدس اون روزت یادته تو کافیشا؟ کدوم حدس؟ همون پیرزنه و دوتا سکته و دیوونه. اونو که شوخی کردم. ببین این فانتزی همه پسرای آسوپاسه. خب که چی؟ خب منم یکی از همون مردای آسوپاسم، ولی هیچ وقت فانتزی می نبود، برام اتفاق افتاد. یعنی چی؟ دقیقا همون اتفاق برام افتاد، فقط پیر نیست، سکته هم نکردم، سرطان داره، داره میمیره. آراد،
واقعا داری گریه میکنی؟ بریدم دستی دهانم داره میمیره همه زندگیم شده داره میمیره تو رو خدا برش دعا کنه تو رو خدا دعاش بکنه خواستم باشه بشه نه نمیتونه من رو بودم برش دعا کن آبه کم برد دست خدا دارم هر وقت که میخواست عاشق میشم عاشق هر که دوست دارم آرون باش از همیشه دوست میشم من نامزد ندارم فقط برای ازدواج چند تا شرط دارم هر وقت دوست داشتیم میتونیم بیاین اینجا برای شنیدن شرط ها آراد من فقط نمیخواستم همه جایی پای مامانم بذارم همین سلام خسته نباشید بسیار خوب بسیار خوب بفرمید خواهش میکنم موارد اینجوری رو من زیاد دیدم البته اگه دکتر نبودم و تجربه نداشتم میگفتم یه معجزه اتفاق افتاده من آزمایش ها دیر به دستم رسید چون خواسته بودم تجدید آزمایش بشه به این ترتیب دارم نگاه میکنم میبینم بیشتر سلولای سرطانی ناپدید شدن یعنی؟ البته این موارد پیش میاد ولی بعد از یه مدتی همین بیماری با شدت و قدرت بیشتری برمیگرده بعد چه مدت آقای دکتر؟ میشه گفت بعد از چند ماه یا بعد از چند سال چند سال؟ بعد از یک سال یا 30-40 سال شاید هم تا آخر عمر بر نگرده البته اون چیزی که مهمه اینه که بیمار بایستی هر چند ماه یک بار مورد چکاپ قرار بگیره خب حالا که این خبر شنیدید یه خبر دیگه هم براتون دارم دیگه چه خبریه؟ این خبر البته مربوط به منصور خانم میشه تبریک بگم عزیزم تبریک میگم بهار جان این برای شماست چه؟ چیش فعلا معلوم نیست ولی بالاخره یا لیلیه یا فرهاد هرکی میگی؟ نه بابا من فهمید چرا اینجوری؟ چیزی نیست میدونم داری به چی فکر میکنی آره ممکنه دوباره اوت کنه ولی دیگه مهم نیست مطمئنم حداقل تا به دنیا اومدنش زنده میمونم به خدا من تا اینجاشم به خاطر تو پسش برمدم
الان که انگیزه دو برابر شده. میتونی پسش برمیم دوتاییم. ستایی چی رو دوتایی ستایی؟ منو خط زدین؟ تموم حرفاتونو گوش کردم. تو زندگیت سرزده پیدا شدم، میخواستم عاشق نشم اما شدم، تموم لحظه هامو دوره کردم، قرار گذاشتم دیگه بر نگردم، قرار گذاشتم با غمت تا کنم.